ملاقات جدیه وزیر داخله مبنی بر حمایت پاکستان از گروه‌های جنگجو در افغانستان. مخالفت جبهه نجات ملی بر برخی ماده‌های توافق صورت گرفته با حزب اسلامی. و صدر اعظم هند میگوید که قصد تصرف خاک کسی را ندارد. منم خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه 11 میزان سال 1395 هجری شمسی که برابر می شود به 2 اکتبر سال 2016 میلادی. مشروع خبرها. وزیر امور داخله می گوید که برخی گروه های تروریستی به حمایت پاکستان پلان سقوط ولایات جنوب غرب کشور را طراحی کرده بودند. تاج محمد جاهد هنگام سخنرانی در جلسه عمومی مشتان جرگه گفت که جنگجویان داخلی و خارجی می خواستند تا برخی از مراکز ولایات مهم کشور را سقوط بدهند که این پلان های آنان از سوی نیروهای افغان خونسا شده است. از سوی دیگر برخی از اعضای مشتان جرگه بر خاموشی حکومت در برابر کشته و زخمی شدن نیروهای افغان در نتیجه حملات هوایی نیروهای خارجی شدیداً انتقاد می کنند. مشتان جرگه روز یک شنبه وزیر امور داخله را در رابطه با وضعیت جاری امنیتی کشور استجواب کرده بود. برخی از اعضای مشتان جرگه از مقامهای امنیتی در رابطه به حملات هوایی نیروهای خارجی و توسعه‌های نیروهای افغان و ساحات ملکی در ولایات اروزگان، فراوان، انگرهار وضاحت خواستند. اعضای مشتان جرگه میگویند که نیروهای خارجی ساحات ملکی و توسعه‌های سربازان امنیتی را عمدن هدف قرار می‌دهند و انتقاد می‌کنند که حکومت در برابر حملات هوایی نیروهای خارجی خاموشی اختیار کرده است. نگرار باندی وسو، په فرا باندی وسو، په روزګان باندی وسو، یو وزیر داخله یا وزیر دفاع دا زخ پورته نه کوي چې د امریکایان ولې موږ بمباردوي. آیا تاسې ګوډاګیان یاست؟ آیا تاسې سره د اوښو کومه ضعیفه نقطه شته؟ تاسې یې په پیسو راوستلي یاست که امریکایان درته راغلي دي، موږ تاسې مستعمره کړي. تاسې د دې خاورې د ساتلو ضمانت ورکړی دی. کله یې کولی شي دا وزیرصاحب داخله، موږ تاسې شهیدان یو، تجربه نلری، وطن چکر چکر دی. اعضای مشتان جرگه همچنان وضعیت امنیتی برخی از ولایات کشور را نگران کننده می خوانند و تاکید می کنند که طالبان هر روز ساحات بیشتری را تصرف می کنند. په هلمند که وست طالبان را غیلی دی پر مرکز بانی جنگ شروع کردی. پر مرکز بانی جنگ شروع دی نه نه پر دی بیا کورنه پر شهادت رسیدلی دی او دو دو یوه اجزا چه آقا کشنه پا نسو ده نس کشنه ده غصه ویدی او ده ټوک ټوک سوی ده او طول ما شمانه ده کورنه خلقی یو نپریم نده پاته طول شیدان دی ایا تاسی رای فکر روی ده مسلمانی ده بیام ده دی امنیتی زواکونه ده عمله ده ده غیبلت پا خوب چی بیدی ده نارواگان ده رشوت خوران ده خاینان ده 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 خلق چی ده جناب رئیس اب جمهور مشاورون په پیسو په ډالر راسته ولې دلته مقرره کړې دي جناب رئیس صاحب. پکتیکا نو ولسوالۍ تر تهدید لاندې دي، باید دغه تاسو جدي توجه وکړئ. هغه هم نه هغه وه چې سکوت شوه، اوس هم یې سکوت ده، د نکه ولسوالۍ سکوت ده. او ګیان، برمال، دغه نورو ولسوالۍ چې ډیله، خوشامن، تروې، وړممی، دغه به انشاءالله تاسو خبر شئ چې دا به سکوت کیږي، ځکه چې صرف هغه تور چې دوی ژوند کې کی هغه د دوی په لاس کې دي. در همین حال وزیر امور داخله در رابطه به عملیات هوایی نیروهای خارجی که در نتیجه آن افراد ملکی و سربازان کشته میشوند چیزی نمیگوید، اما میافزاید که برخی از گروههای تروریستی برای سقوط مراکز ولایات جنوب غرب کشور تلاش میکنند. جاهد که ظاهرا اشارهاش به پاکستان است میگوید که این شبکه ها حمایت کشورهای همسایه را نیز با خود دارند. جنوب غرب هم که بیشتر تمرکزشان سر قندهار، سر هلمند، سر اروزگان بود، متاسف در هلمند یک مرحله بسیار حملات بسیار گسترده و تهاجمی را شما میدانید که این طالبا تنها یک طالبای محلی منطقه‌ای نیست. دشمنان مردم افغانستان شما میفهمید که در افغانستان چندین شبکه و چندین گروه هستند. شبکه حقانی است، القاعده است و طالباست و ده‌ها و صدها افراطی دیگی از کشورهای دیگی هستند. اونا در جنگ پاکستان با رهبری، در جنگ افغانستان با رهبری کشورهای همسایه ما بسیار مستقیما در این قضیه دخیل بودند. مقام های حکومتی در حال در برابر عملیات هوایی نیروهای خارجی بر پوسته های سربازان امنیتی افغان و ساحات ملکی خاموشی اختیار می کنند که تا هنوز حکومت در رابطه به حملات هوایی این نیروها در ننگرهار، اروزگان و فرا چیزی نگفتند.
جبهه نجات ملی افغانستان با برخی ماده های توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی ابراز مخالفت کرد. جبهه نجات ملی بر رهبری صبغت الله مجددی میگوید که در کنار مسئولیت قضایی به گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با برخی ماده های این توافقنامه نیز مخالف است و در رابطه به این موضوع اعتراضش را به حکومت سپرده است. اما آگاهان سیاسی و اعضای ولسچرگ میگویند که تاکید مجددی برای دادن مسئولیت قضایی به نیروهای آمریکایی و مخالفت کنونیش با حزب اسلامی سوال برانگیز است. امضای توافقنامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که در داخل و خارج از کشور با استقبال گرم مواجه شد، اکنون با مخالفت برخی از گروه‌های سیاسی پیشین مواجه شده است. جبهه نجات ملی به رهبری صبغت الله مجددی میگوید که با برخی از مواد این توافقنامه مخالف است، زیرا به گفته وی در این سند به جانب مقابل امتیازات و مسئولیت قضایی در نظر گرفته شده است. جناب حضرت صاحب، بر وفق اصول فوق ذکر و شریعت قرای محمدی صلی الله علیه و سلم، با اعطای مسئولیت قضایی به محترم آقای حکمتیار و رهبری حزبشان، در حالی که حقوق عبدی از آن مستثنا نگردیده است، جدا مخالفند. دو، جناب حضرت صاحب بر اساس موازین عدالت و انصاف به اعطای القاب و امتیازات خاص دولتی و محترم حکمتیار صاحب موافق نمی باشند. اما مخالفت کنونی جبهه نجات ملی پس از امضای این سند مهم و نهایی شدن توافقنامه صلح با این گروه مخالف مصالح پیشین حکومت چی معنی دارد؟ صبغت الله مجددی از قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا که یکی از بخش‌های جنجالی آن اعطای مسئولیت قضایی به نیروهای آمریکایی بود، جدا پشتیبانی میکرد و بر امضای هر چه زودتر این قرارداد تاکید داشت. اینا تعهد کردن که افغان‌ها را در خانه‌هاشون میکشن. تا جو کی رسره درست چی خیر امضا ورسره اینا که میگن نه بفضلت اینا که امضا کو خودت بعد از اون مخالفت کردن ما میذاریم اول اینا ثابت اگر امضا نکنن ما خفه میشیم میریم امضا کنی که مثلا فیصله شود. اما مخالفتش در این بخش با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی چی دلیل میتواند داشته باشد؟ امریکایان و حضرت صاحب قضایی مسئولیت ورکاو او تاکید کو په حامد کرزی باندې چې باید د تړون امضا کی نو نه پیګن چې په هغه کې څه معاملات د کړي او تاسو په دې چې په هغه تړون کې امریکایانو ته قضایی مسئولیت ورکول کېده او زه حیران دیتم چې څنګه مجددی سب دې ته راضی کیږي چې امریکایانو ته د قضایی مسئولیت ورکړسي او د حزب اسلامي افراد ته یا د محبوب رهبر ته اغیطه دی قضایی مسئولیت نوار کول کیگی. آگاهان سیاسی میگویند که این گروه های سیاسی منافعشان را در خطر میبینند و مخالفتشان با توافقنامه صلح با حزب اسلامی به همین دلیل است. کچیر تا یوادی حکمتیار ویچ قضایی مسئولیت نلری دغه کابل کوران سوی دا یادل تا که جگری سوی دی دل تا خوست نور دیر خلق دیسی آغا پلوی و لوی چوکوی و پلوی پوستونو باندی کار کوی و گو تا سنگ قضایی مسئولیت ورکر سوی دیسی دی ایسی حکمتیار تا دی قضایی مسئولیت نور کیگی. حکمتیار چې دلته راځي له جګړې لاس اخلي د افغانستان اساسي قانون مني دوی ته مطمئن باید قضایي مسئولیت دی ولري. قدنامه کې هیڅ نوه امتیازګیري نشته او هیڅ نوه امتیاز ورکول نشته. زه نه پوهیږم چې دا هیلې بهانې څه لپاره دي. زه د خلکو د استازي په توګه او د خلکو د نماینده په توګه داسې غونډې چې هغه د افغانستان صلح او ثبات ته خنډ واقع کیږي په کلکه غندم او دا اجازه باید افغان ولس چاته ور نکړي چې د صلح به مقابل کې موانع ایجاد. جبهه نجات ملی به رهبری صبغت الله مجددی در حال با برخی موارد توافقنامه صلح با حزب اسلامی ابراز مخالفت میکند که این سند پس از نهایی شدن با امضای رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار مریول اجرا شده است. والی ننگرهار از سمتش استفادات. سلیم قندوزی که 16 ماه پیش به حیث والی ننگرهار گماشته شده بود، روز یکشنبه به دلایل نامعلوم استعفایش را از این سمت اعلام کرد. هرچند قندوزی فشارها برای استعفایش را به شدت رد می کند، اما بزرگان قومی ننگرهار می گویند که قندوزی باید نخواست حساب 16 ماه کارکردش را بدهد و تا زمانی که دلایل استعفایش روشن نشده باشد، آنان به وی اجازه نمی دهند که از این سمت کنار برود. سلیم خان کندوزی والی ننگرهار روز یکشنبه ده تن از بزرگان قومی و مسئولان محلی را به مقام ولایت فراخواند و با ایرای معلومات در رابطه با فعالیت های 16 ماهی کاری خود
رسما استعفایش را از سمت ولایت ننگر اعلام کرد. قندوزی اوامر استعفایش را روشن نساخت و تاکید کرد که هیچ فشار سیاسی و یا مشکلات دیگر وی را وادار به ترک وظیفه نکرده است. غواړم نن ستاسو په وړاندې خپله استعفا اعلان کړم او ستاسو د حوصلې نه او د همکارۍ نه مننه وکړم. ځای دی چې د جناب رئیس صاحب جمهور نه د جناب رئیس صاحب اجرائیه نه او د نظام ټول مشران مننه وکم چې په ما یو کشر باندې دومره لوی اعتماد وکړو چې د ننګرهار په شان دې یو پر مسؤلیت او لوی ولایت مسؤلیت را په غاړه. بزرگان قومی در این نشست خطاب به والی ننګرهار گفتند که استعفای وی تا زمانی برای مردم پذیرفتنی نخواهد بود که حساب 16 ماه کاری گذشته خود را به گونه شفاف به آنان ارائه نکند. از سوی دیگر رئیس شوراهای قومی و فعالان مدنی ننگرهار از رئیس جمهور می خواهند که در صورت پذیرفته شدن استعفای قندوزی شخص مناسب و بیطرف را به این ولایت به عنوان والی معرفی کند. از عدلت خی ولسی سره هم پکار ده او خصوصا زمون خواهش ده مرکزی حکومت نه چې دلته څوک چې د دیننګ لري هغه ونه لګي ځکه چې دلته ډله ټپلې دي دلته نور مشکلات دي داسې ونه شي چې دلته یو ډله یو ټپل خلک به د آینده والی هغه بنازي هغه بزن سره نږدې کی نو مشکل به ورسره ډیریږي او د خلکو مشکلات به زیاتیږي. نو زه فکر کوم چې ملي شخصیت دلته ولګي چې ترسو ټول خلک خپل ورونه وګړي. پیش از این عطاالله لودین والی پیشین ننگرهار نیز به دلایل نامعلومی از وظیفه‌اش استعفا داده بود و گفته می شود که استعفای سلیم خان قندوزی نیز در نتیجه برخی معامله های سیاسی در داخل حکومت صورت گرفته است. در کابل و شمار زیادی از ولایات کشور بر ضد توهین به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نشست‌ها و تظاهرات راه اندازی شد. آنان توهین به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در خیمه لوی جرگه را عمل عمدی می خوانند و می افزایند که این عمل از سوی سازمان دهندگان آن طراحی شده بود. برخی از اعضای شورای ملی شوراهای اتحاد اقوام در کابل و شمار زیادی از تظاهر کنندگان در ولایات این عمل را محکوم کردند و از حکومت خواستند تا این حلقات را افشا کند. در مراسم پنجمین سال روز ترور برهان الدین ربانی در تالار لوی جرگه تعداد از افراد بر ضد حامد کرزی رئیس جمهور پیشین شعار دادند. پس از این رویداد اعضای شورای ملی، بزرگان قومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در کابل و ولایت کشور این عمل را محکوم کردند و آن را یک برنامه از قبل طراحی شده بر ضد حامد کرزی رئیس جمهور پیشین خواندند. حامد کرزی هغه مشر دی چې د ټول افغانستان لپاره قربانی ورکړې د ورور یې د لاسه ورکړې دی، کاکا زوی یې د لاسه ورکړې دی، کاکا یې ورکړې دی، پلار یې ورکړې دی او خپل ژوند یې څلور وارې د تهدید سره مخامخ کړی دی او فعلاً هم په تهدید کې دی. هغه د قندار لپاره نه دی بلکې د ټول افغانستان لپاره مغرضانه سوی دی، دا قصدن سوی دی، دا حتماً د دې تر شا لاسونه شته. نو موږ د دغه موضوع سره هیڅ وخت آینده موافقه نه لرو. در همین حال اعضای شورای اتحاد اقوام لوی قندهار اینجا در کابل گرده هم آمدند تا این عمل را محکوم کنند. آنان توهین به کرزی رئیس جمهور پیشین را عمل عمدی و پلان شده می خوانند و برای جلوگیری از این گونه رویدادها بر اتهام اقوام تاکید می کنند. آنان همچنان توهین به غازی امان الله خان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در تالار لوی جرگه را توهین به استقلال و وحدت ملی افغانستان می خوانند. در افغانستان د استقلال ګټونکو غازی امان الله خان ته په سپک نظر کتلی
د افغانستان استقلال ته د افغانستان ملت ته د افغانستان تاریخ ته په سپک نظر کتلی دي او هغه چا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر جلالت مآب حامد کرزی ته سپک نظر کړی د افغانستان ټول ملت ته یې سپک نظر کړی دی. ډېر درون مشر دی او زه ورته ډېر د زړه نه احترام لرم. د دوی نه شخصیتونه جوړ کړه او همدغوی بیرته د حامد کرزی غوندې شخصیت ته هم درناوی ونه کړ. نو موږ ته څه سبق راکوي؟ وی په درنو درون په سپکو سپک. دغه کوم غلطي یا کوم اشتباه چې دوی وکړه دې موږ ته دا فرصت راپیدا کړي چې موږ مشران به سره راټولیږي او تعهد به کوي، لاس به سره ورکوي، اول د دې وطن د جوړ او د سولې دپاره، دویم د هغه خلکو دپاره به تصمیم نسي چې هغه دې وطن ته بدبختي راوړې ده، اوس هم بدبختي راوړي. دغه حامد خان کرزی و چې ستا هر شهید ته عزت وبخښي، ستا هر ژوندی د سیاله سره برابر کړي، لکه چې ورته اشاره وسوه، هره تفه یې درکړه، هر پوهنتون یې در په نامه کړي، هر منار یې در په نامه کړي، هر ورځ یې در په نامه کړه. برته هغه دلته د یو پیر او د یو موږک کیسه ده، دې ته مو مه مجبوره کوه چې ولځه برته موږک سه، کیسه ډېره اوږده ده. از سوی دیگر تعداد زیادی از افراد در ولایت کشور به هدف محکومیت این عمل دست به تظاهرات زدند و خواهان افشاسازی هویت عاملان این رویداد شدند. آنان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین را به حیث زعیم ملی افغانستان یاد کردند و از تنظیم کنندگان این نشست خواهان معذرت خواهی رسمی شدند. شخصا دکتر عبدالله چې په دغه جلسه کې بې تفاوت پاتې سوی دی او رسما بخښنه نه ده غوښتې د جلالت مآب ولسمشر څخه، که دا ونه غواړي دا نړۍ به جریان ولري، بیا به د دې بوران ختمېدل کته نه وي، په ټول مملکت کې به دا بیا بل حالت ته ورسېږي. موږ دا لار نه لکو چې دغه د سړی د ایرانه ولي یا ډاکتر عبدالله په خپله بخښنه ونه غواړي، هغه ته توهین، هر افغان ته توهین دی. نو زه د جلالت مآب موجوده ولسمشر غني صاحب نه دا غواړم چې دا مسأله عدلي تعقیب ته واچوي، هدایت ورکړي تر څو د ملي زعماو د توهین دغه بد سنت او رواج دې ته د پای ټکی کېښودل شي. در همین حال حزب انسجام ملی اعضای حزب جمعیت و شورای علمای بدخشان در ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این عمل را محکوم کردند و آن را توهین به زعمای ملی کشور خواندند. شورای علمای بدخشان در اعلامیه رسمیش گفته است که شورای علمای بدخشان توهین به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در تالار لوی جرگه را محکوم می کند و آنانی که بر ضد رئیس جمهور پیشین شعار دادند را از جمله هواداران استاد برهان الدین ربانی نمیدانند. وزیر مالیه میگوید که جامعه جهانی در بدل 3.5 میلیارد دلار کمک به افغانستان خواستهای مشخصی نیز دارد. اکلیل حکیمی که در نشست عمومی ولسیجرگه سخنرانی میکرد افزود که مبارزه با فساد اداری، برگزاری انتخابات ولسیجرگه، آوردن اصلاحات و برخی مسائل مشابه دیگر خواستهای مهم جامعه جهانی در بدل این کمک ها از افغانستان است. از سوی دیگر مقام ها میگویند که اگر حکومت افغانستان مشکل برگشت پناهجویان از کشورهای اروپایی را حل نکند، جامعه جهانی پول های کمک شده به افغانستان را بر پناهجویان افغان در کشورهای خودشان به مصرف خواهند رساند. ولسی جرگه روز یک شنبه در رابطه با آمادگی حکومت افغانستان برای نشست بروکسل وزیران مالیه، امور خارجه و امور مهاجرین را استجواب کرده بود. وزیر مالیه که در نشست فوق‌العاده ولسی جرگه سخنرانی میکرد میگوید که جامعه جهانی در نشست بروکسل مجموعاً 3.5 میلیارد دلار کمک به افغانستان را اعلام خواهد کرد. اکلیل حکیمی میگوید که جامعه جهانی نیز در برخی بخش‌ها در مقابل این کمک‌ها از افغانستان تقاضاها دارد. برای فعلا 3.5 میلیارد دلار آمریکایی در سال تخمین میشه که ممکن است چیزی که باز رسما اعلام میکنند چیز از این یا زیادتر باشه یا کمتر باشه، ولی اونا میگن که شما در قسمت اصلاحات مخصوصا در بحث فساد اداری حکومت به اقدامات عملی انجام داده باشه.
وزیر مالیه میگوید که حکومت افغانستان نیز از جامعه جهانی توقع دارد تا پولهای کمک شده به افغانستان مستقیما به بودجه افغانستان انتقال داده شود. از سوی دیگر مقام ها میگویند که جامعه جهانی از حکومت افغانستان خواست است تا زمینه برگشت پناهجویان افغان را به کشورشان فراهم سازد. مقام ها میگویند که اگر زمینه برگشت مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی فراهم نشود، جامعه جهانی پولهای کمک شده با افغانستان را در کشورهای خودشان بر پناهندگان افغان مصرف خواهند کرد. رسمان هم اعلام میکنند اگر موضوع مهاجرین ما حل نکنیم، او پول به عوضی که در افغانستان به مصرف برسد، او در کشور خودشان در ازم مهاجرین به مصرف باز برسد. ما در مذاکره با کشورهای اروپایی زیر تاکید بر رعایت کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 بیشتر بر اصول کنوانسیون های حقوق بشری تاکید کرده و تلاش کردیم و میکنیم که در بررسی پرونده های شهروندان افغانستان تا اندازه ممکن با اغماس و خود صورت بگیرد. حکومت افغانستان در حالی از آمادگی ها برای نشست بروکسل خبر می دهد که به باور آگاهان سیاسی با تکمیل شدن دوره دو ساله حکومت وحدت ملی مشروعیت ریاست اجرایی زیر سوال قرار گرفته است و در کنار مبارزه با فسادیداری در رابطه با انتخابات ولسی جرگه و آوردن اصلاحات نیز اقدامات مهم انجام نشده است. وزارت امور داخله می گوید که گراف قاچاق مواد مخدر در کشور بلند رفته است. با گفته مقام های این وزارت، سهم زنان در قاچاق مواد مخدر افزایش یافته و برخی از کشورهای همسایه به قاچاقبران افغان پناه می دهند. از سوی دیگر وزارت امور داخله گروه های مسلح را در کشت و قاچاق مواد مخدر دخیل می خواند و با گفته این وزارت گروه های جنگجو از همین طریق مصارف مالیشان را تامین می کنند. مقام های وزارت امور داخله هشدار می دهند که در مقایسه با چند سال گذشته سطح قاچاق مواد مخدر خیلی بالا رفته است. مقام ها می گویند که قاچاقبران نخست مواد مخدر را با استفاده از کپسول ها در بدنشان جاسوسی می کنند و پس از آن از طریق میدان های هوایی به کشورهای خارجی انتقال می دهند که در میان این گونه قاچاقبران بیشتر آنان زنانند. متاسفانه از میدان هوایی کابل هم ما بیشتر طبقه اوناس دستگیری کردیم که در بدنشان مواد مخدر به کشورهای مختلف انتقال میدادند که در امسال تعداد طبقه اوناس که در قاچاق ترافیک مواد مخدر نقش داشتند نسبت به سال گذشته تعدادشان بیشتر بوده. این وزارت چند قبل پاکستان را به قاچاق مواد مخدر افغانستان متهم کرد، اما اکنون اتهام می‌بندد که نه تنها قاچاق بلکه این کشور به قاچاقبران افغان نیز در خاکش امکانات و سهولت‌های بود و باش را فراهم می‌سازد. هیچگاه ما همکاری واضح و شفاف و سودمند از این کشوران ندیدیم و نشان میده که و اکثرا قاچاقبرای عمده افغانستان هم در این کشورها فعلا مهاجلال جان فرار کرده، در کویته عملا مرکز داره و قاچاق در داخل افغانستان مدیریت میکنه، یا کشورها دخیل هستند در قاچاق یا غیر مستقیم در ناامنسازی افغانستان دست دارن که یگانه وسیله ناامنسازی کشت تولید و قاچاق ترافیک مواد مخدر است. از سوی دیگر مقام های وزارت امور داخله میگویند که در مناطق ناامن و جنگ زده عایدات گروه های جنگجو نیز از مدرک کشت کوکنار افزایش یافته است. به گفته آنان این کار جنگیان نیروهای افغان و طالبان مسلح را نیز در شمار زیادی از ولایات کشور تشدید نموده است. فعلا منابع عمده تولید تمویل تروریسم در جنوب غرب افغانستان و بسیاری مناطق از کشور از ناشی از عواید تریاک و مواد مخدر است. شما ببینید در افغانستان اگر زیابی داشته باشین که جایی که ناامن است، در اوجه کیش تودید و قاچاق، در اوجه جایی که مواد مخدر است اوجه ناامن است، هر جایی که طالبان می آید و مناطق اشغال میکنند، فردا ببینید در اوجه فابریکی تولید است، در اوجه ببینید که کیشت میشه، در اوجه ببینید که قاچاق میشه. وزارت امور داخله در حالی از افزایش قاچاق مواد مخدر خبر می‌دهد که کمک‌های کشورهای کمک کننده برای مبارزه با این پدیده نیز هیچ نتیجه مثبتی نداشته است. اما حکومت افغانستان بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد که در کنفرانس بروکسل در کنار سرکوبی با تروریسم در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز تعهد کمک‌هایشان را تمدید کنند. وزارت امور خارجه روسیه بمبار دومان پوسته های نیروهای افغان از سوی نظامیان امریکایی را محکوم می کند و می گوید که از واشنگتن باید پرسیده شود که به خاطر منافع چه کس مراکز نظامی نیروهای افغان و سوریه را هدف قرار می دهد. هدف از طرح این سوال از سوی سخنگوی وزارت خارجه روسیه این بود که امریکا با هدف قرار دادن نیروهای افغان و سوریه از گروه های تروریستی حمایت می کند.
ماریا زاخاروفا میگوید که کشته شدن افغانها در نتیجه حملات هوایی نیروهای آمریکایی برای روسیه یک موضوع نگران کننده است. روسیه رویدادهای اخیر در اروزگان و اچین ننگرهار و همچنان رویداد دیرالزور در سوریه را مثالهای از این گونه حملات یاد کرده است. خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه. بازم خوش آمده دیننده خبرهای خارج از کشور از کابل نیوز استید. نرندرا مودی صدر اعظم هند میگوید که کشورش علاقمند تصرف اراضی کسی نیست و این انحظارات را پس از عملیات نظامی اردوی این کشور در کشمیر تحت تسلط پاکستان بر ضد جنگجویان مسلح ابراز کرده است. این عملیات نیروهای هندی تیرگی روابط میان هند و پاکستان را به سرحد جنگ میان این دو کشور کشانده است و هند این عملیات را در واکنش به حمله گروهی از مهاجمان مسلح بر یک پایگاه نظامیش در کشمیر انجام داده است. اردوی پاکستان این عملیات را نمیپذیرد، اما هند میگوید که اگر نیاز باشد در آینده نیز از انجام عملیات مشابه خودداری نخواهد کرد. بریتانیا تا 6 ماه دیگر روند خروجش از اتحادیه اروپا را رسما آغاز خواهد کرد. صدر اعظم این کشور اعلام کرد که تا پایان ماه مارچ سال آینده ماده 50 توافقنامه لیزبون را عملی خواهد کرد. خروج از اتحادیه اروپا بزرگترین تغییر در پالیسی بریتانیا پس از جنگ دوم جهانی شمارده می شود. ده هزار تن در مناطق تحت کنترل گروه مسلح بوکو حرام در غرب افریقا به دلیل گرسنگی با خطر مرگ مواجهند. سازمان ملل میگوید که یافته های آنها نشان میدهد که در حال حاضر 130,000 تن به شمول 80,000 کودک با گرسنگی جدی مواجه هستند. یونیسف اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که تنها در شهر برنوی نایجیریا از هر 3 مرکز صحی 2 مرکز و 4 حصه شبکه های آبرسانی از بین رفته است. سرویس خبری ما در همین جا پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. تا دیدار دیگر. علامه رحمت.